بیانات نوتی شرماور از جانب امام خطیب حکومتی اظهار شده میدان اطلاعاتی آسیا میانه را به لرزه درآورد. همین طریق روزهای گذشته امام خطیبی مسجد شیخ ضیاءالدین شهر تاشکند عادل خان قاری در معروضه خود شهروندانی را که برای کار و فعالیت به روسیه سفر میکنند در تنبلی عیبدار نمود. کوپلار من از شهرده هم غیرت قصه شجاعت قصه دنگسلق قمسه بر کسب قصه خونر قصه همه نرسه با بیچاره بارو روسیه گا بارو براو حاجت خانزنی تازه لب براو کیمنی تازه لب حالی جایده آدملر عراق چدگین آدملرگه عراق قوی بیرب تریچنی قلیبتی ده اینده کلدلر حالی یی گیتی گلو کلیبتی بیت محمسن ایدمه والله علم کوپلار من از شهرده هم غیرت قصه شجاعت قصه دنگسلق قمسه بر کسب قصه خونر قصه همه نرسه با. یادرس میکنیم که نه تنها عادل خان قاری بلکه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نیز سال 2013 مهاجران مهنتی را در تنبلی عیبدار کرده ابراز نموده بود که آنها تنبلند، در وطنشان کار کردن نتوانستند و به روسیه رفتند. دنگسلرنمو کیم نه سابلیمانه و مسکوانو بارب کوچلرنه میدانلرنه سپردگنه. باید قید نمود که طبق اطلاعات رسمی معاش میانه مردم در ازبکستان سال 2017 127 دلار را تشکیل میدهد. در این خصوص نماینده کمیته دولتی آید به آمار میرزایف در جلسه کلوبی مطبوعاتی بین الخلقی سنه 14 دکمبر سال گذشته اطلاع داده بود. ولی اعتماد کردن به چنین رقم های پست مردم ازبکستان را به شبه می آورد که آید این آنها در سامانه های اجتماعی آشکار می نویسند. به عقیده آنها در واقع معاش میانه حتی از رقم های پستی آورده شده نیز پایین می باشد.